الله وفا به همه عزیزان. امروز و امشب میخوایم یه خورده با هم یوگا انجام بدیم. لطفاً اگر مشکلی چیزی با کمر، گردن، زانو، دوش دارین حتما با دکترتون تماس بگیرین قبل از اینکه هر حرکتی رو انجام بدین. ولی من سعی میکنم که خیلی حرکات ساده باشه و فقط یه خورده خون رو به جریان بندازه و امیدوارم که خوشتون بیاد. اول میخواییم یه جایی باشه که سفت باشه بشینیم. من روی این صندلی نشستم، اینو یه مقدار ببرم عقبتر. روی صندلی اینطوری نشستم و صاف نشستم که ستون فقراتم بالا. فکر کنین که یک تنابی هست که از پایین تا بالا شما اینو میکشینش به طرف بالا و میخواین از صاف از که میتونین اینطوری صاف بشین. دستاتونو میذارین کف دست پایین یا بالا، میتونین این دوتا انگشتا رو با هم تماس بدین، به هم دیگه بگیرین، ببندین و چشماتون رو ببندین و برای چند دقیقه فقط برین توی فکرتون، بدنتون و ببینین که امروز با خودتون چی آوردین، چه جوره حالتون، چی میگذره در درونتون. سعی کنین اصلا قضاوتش نکنین و فقط be aware of it. فقط حواستون باشه بهش. تمام ماهیچه های صورت و چشم و لب، دهن، همه رو سافت. سعی کنین که خیلی راحت، به هیچ تنشنی، هیچ سختی، هیچ سفتی توش نباشه. حالا نفستون رو چک کنین، ببینین آیا تون تون دارین نفس میکشین یا یواش یواش. اگر خیلی تنده، سعی کنین یواشترش کنین با به وسیله آوردن اکسیژن از طریق بینی به back of your throat, bring it to your abdomen, تو شکمتون بیارین و شکمتون رو پر کنین با اکسیژن و حالا یواش فشار بدین شکمتون رو به طرف تو بکشین و بازدمتون رو بیارین از دماغتون بیرون. ما نمیخوایم وقتی که نفس میکشیم نفس رو به بالا تو سرمون ببریم، چون اگه ببریم تو سرمون خیلی دیزی میشیم، خیلی حالت گیجی به همون دست میده. برای همین باید نفس رو از بینی ببریم به پشت، به گردن و بیاریمش قشنگ به پایین به شکممون، ابدمن. and now exhale میکنیم، بازدم میکنیم و اونم باز از طریق بینی. اینو سه بار دیگه تمرین میکنیم با هم. نفس شروع میشه وارد بینی to the back of the throat, you bring it to the abdomen, and now you bring it to your diaphragm and to your chest below your collarbone, not up, and then you exhale. یک بار دیگه حالا یواش سرتون رو بیارین پایین، چشمتون رو باز کنین
و خیلی یواش سرتون بیارین بالا. حالا یه نفس بلند میکشیم و دستامونو بلند میکنیم، میاریم بالای سرمون و اکسهیل بازدم. بریدین نفس، برید بازدم. یک بار دیگه هم میکنیم. این دفعه گردنمون و سرمون رو میاریم پایین و یواش میبریمش به طرف راست و یواش میبریمش به طرف چپ. نمیخوایم به پشت ببریم، یه نیم دایره. یک بار دیگه. نفس کشیدن رو فراموش نکنید و میایم وسط. اینا رو من الان سه بار میکنم چون وقت رو میخوام مواظب باشم، ولی شما میتونین پنج بار حتما انجامش بدید. یه ورزش دیگه که برای گردن خیلی خوبه که ما هممون سلفونامون رو استفاده میکنیم، یا غذا درست میکنیم سرمون پایینه، یا رانندگی میکنیم، یا کروشه میبافیم چیزی، سر همش پایینه. برای همین این یک ورزشی که خیلی خوبه برای این مهره های گردن که همش اینوریه. ما یه ذره یواش به پشت برش میگردونیم. من اول اینجا انجام میدم، بعد صندلیمو میچرخونم که شما اونم ببینید. بعد اینو من سرمو میبرم عقب بدون اینکه بدنمو هیچ حرکتی بدم. بعد سرمو یواش میبرم بالا، پشت گردنمو بلند نگه میدارم و اگر میبینم اینجا استرچش کشیدگیش زیاده، دهنمو بالا پایین باز میکنم، نه اینطوری، و میارمش اینجا. یک بار دیگه. حالا ورزش بعدی رو که انجام میدیم، من اینو میارم عقب، سرمو میارم بالا، یواش به طرف راست، به طرف چپ میام اینجا و میارمش اینجا. پایین نمیارمش دوباره، همینجا نگهش میدارم. یک بارم از جلو انجام بدم. دوباره نفس عمیق. یک بار دیگه. حالا دوشمون رو میاریم بالا، یه دفعه ولش میکنیم. آپ ریلیس، بالا ریلیس. حالا این دفعه میاریم بالا، میبریمش پشت حسابی، میاریمش پایین و جلو. یه چرخش 360 درجه. چهار تا، پنج تا. حالا برعکسش میکنیم، میبریم بالا، جلو، عقب. 2, 3, 4, and 5. دوباره نفس عمیق. حالا دستامونو میاریم اینجا، باز میکنیم حسابی و میبندیمش، مشت میکنیم، باز میکنیم،
میبندیمش. باز یکی دیگه. نه، دستمونو میچرخونیم مثل پرژن دنس، دنس ایرانی، رقص ایرانی، و برعکس حالا دستامونو باز میکنیم حسابی و میاریم تا جایی که میشه اینا رو به هم میچسبونیم. بعد این تامز دوتا شستامونم میچسبونیم و به طرف جلو فشار میدیم. بعد الان اینو دوشامونو میاریم پایین، دستمونو یواش میاریم بالا. بعضی شما ممکنه اینطوری باشه و برای الان خوبه، ولی بعد اینو چند بار انجام بدین اینو خیلی راحت میتونین بیارین بالا و دستاتون رو صاف کنین. یه نفس دیگه اینجا میاریمش پایین. حالا این دستمونو که اینطوری کردیم که همیشه عادت داریم، میاییم برعکسش میکنیم، یعنی این انگشتو اینوری میاریم میذاریم. قبلا این انگشت سبابه جلو پایین بود، انگشت سبابه چپ برای من راحت تره بالا بود، حالا برعکسه و اینو اینجا هیچ انگشتی نیستیم وسط، میاریم بالای سرمون و میبریمش بالا دوباره. یک نفس دیگه. دستمونو میاریم پایین. حالا همین کار رو همینجا میکنیم، به طرف جلو بازش میکنیم، دوباره انگشت رو عوض میکنیم، حالا میاریمش پایین، دست راستمونو میبریم بالا، بالای بالای بالا و میاریمش به این طرف اگه بخوایم، یا به طرف پایین نگاه میکنیم یا زیر دستمون. ولی بیا ما اینجا رو داریم حسابی استرچ میکنیم، کشش میده. من معمولا به فارسی کلاس درس میدم. میاریمش پایین. حالا این دست رو میبریم، نفس عمیق، حسابی استرچش کنید، بعد بیارینش این طرف، بعد میارینش اینجا. حالا نفس عمیق میکشیم چون خیلی نشستیم. از هیپمون، هیپ هینج، از این قسمت، نه از ویس، از اینجا دولا نمیشیم، از اینجا صاف 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 دولا میشیم و میریم سرمون رو میاریم پایین و دوتا آرنج فکر میکنم آرنج ها رو میگیریم و سرمون رو میاریم پایین. نفس عمیق بکشیم، یه نفس به پایین پشتتون انتقال بدیم، نفس بعدی به وسط پشتتون و نفس بعدی رو بیارین پشت سینه‌تون، آپر بک. حالا دوباره دو جور میتونین بیاین بالا، یکی اینکه یواش 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 بیاین بالا و سرتون آخرین چیزی باشه که بیاد بالا که سرتون گیج نره، یا اینکه وقتی که رفتین اینجا دستتون رو بیارین بالا و یه دفعه بیارین بالا، بستگی به حال خودتون داره که چی کار بکنین. حالا یه حالت کت کب اینجوری، حالت گربه و گاف اینجوری میکنیم پشتمون رو، بعد باز میکنیم سینمون رو به طرف آسمون، بعد round and open. حالا یه طرف من اینجوری انجام بدم، این دوشامو از هم دور میکنم و حالا باز میکنم، بالا رو نگاه میکنم. یک بار دیگه
و برمیگردیم اونجا و حالا یواش یه دستمون رو میذاریم اینجای زانومون و این دستمون رو میذاریم پشتمون یه نفس عمیق برمیگردیم اینجا و به این طرف این پوزا برای دیتاکس کردن خیلی خوبه. بعد حالا بریم به قسمت پا. شکممونو میدیم تو نیبل اینتو دی سپاین. راحت یواش این پا رو بلند میکنیم و این پا رو بلند میکنیم. یه چند بار این کارو میکنیم. این برای ماهیچه های شکم قوی شدن خیلی مفیده. من حالا اینو یه ذره ببرمش عقب‌تر که به نرمش پا میرسیم. ببینین همشا نفس کشیدن رو فراموش نکنین. خیلی مهمه نفس‌های عمیق. اینو میتونین 10 دفعه انجامش بدین. حالا پای راستتون رو بیارین بالا. حالا اگر بالای بالا هم نمیتونین پایین هم هستید اوکی، ولی پوینت به طرف جلو و به طرف خودتون میایین. فلکس پوینت فلکس پوینت فلکس. 2 دفعه دیگه هم انجام بدین و بعد یه کریان مداد رنگی بذارین لای انگشت پاتون و یه دایره بکشین و حالا اینم برگردونین بیارینش پایین. حالا اون پا پوینت فلکس به طرف جلو به طرف عقب به طرف جلو به طرف عقب. این باعث میشه که خون برگرده بره بالا که خیلی ورزش خوبیه. و حالا سیرکل دایره بکشیم و این طرف هم همینطور. باز دوباره نفس عمیق نفس عمیق. الان فکر کنم حدود 18 دقیقه داره میشه. من یه 2 دقیقه دیگه هم یه 2 تا ورزش شکم چیز میکنم بعدش تموم میکنم. اینو میتونیم دستمون آرنجمونو بیاریم به زانو و اینا همه بستگی داره که چند دفعه خودتون بخواین انجام بدین. میتونین تا 10 دفعه هر طرف رو انجام بدین. بعد اینم خیلی ورزش مهم و خوبیه که دستاتون رو باز بذارین، بعد سینه‌تون رو به طرف بالا بیارین، نفس عمیق یک بار دیگه دستا رو بالا بیارین، ببرین به طرف جلو خم بشین. اینجا میتونین دستاتون رو بذارین روی زانوتون و سرتون رو بیارین پایین. چند دقیقه اینجا بمونین بعد یواش تشریف بیارین بالا و حالا برای 1 دقیقه آخر سعی میکنیم دوباره قسمت شباسنا ریلکسیشن رو انجام بدیم. اگه این دستاتون رو میتونین اینطوری بذارین رو هم باشه، تامزتون جمع بشه، یا میتونین خیلی راحت هر جوری که براتون راحت تره میتونین برین پشت. اگر بخواین یه بالشتی چیزی بذارین پشتتون بذارین و در این حالت باید واقعا راحت و کامفتبل باشین. دستاتون میذارین اینجا، چشماتون رو دوباره میبندین، نفس عمیق
نمسته. خیلی ممنون. امیدوارم که تونسته باشین استفاده بکنین. خیلی ممنون.